آقای تایی، فیلم دوم و موفقیت دوباره، میشه بگین دقیقا چه خبره؟ حقیقتش منم دنبال جواب این سوالم. خیلی ها نظرشون اینه که شما سوژه فیلمتون رو از یک فیلم هالیوودی کپی کردید. در این مورد حرفی ندارید؟ نه، الهام گرفتن البته چیز بدی نیست، اما فکر نمی کنم سوژه این فیلم ربطی به هالیوود و جامعه سینمایی امریکا داشته باشه. آقای تایی، دوستان عزیز، من که فعلا نشستم، خانم شما بفهم. خبر داریم که چند تا کمپانی و تهیه کننده خوب بین‌المللی بهتون پیشنهاد کار دادن. قرار از ایران برید؟ از کجا میفهمید؟ آقای تایی لطفا سوال دور نشید. نه، حقیقتش فکر میکنم که قصه های زیادی برای تعریف کردن توی کشور خودم دارم. آقای تایی، غم بی پایان سکانس آخر فیلمتون از کجا میاد؟ متوجه نمیشم. بذاریم واضح تر بپرسم، قراره با یه فیلمساز غمگین طرف باشیم؟ حقیقتش جوابی ندارم. میدونیم که زیاد از سوال شخصی خوشتون نمیاد. بله. میخواستم بدونم یه بله میخواستم در مورد خانم کجال. حدود یک سال و نیم پیش من در رابطه با این موضوع توی برنامه زنده اینترنتی همه چیز رو توضیح دادم و فکر میکنم اگر که بخواید اطلاعاتی داشته باشید اون برنامه مرجع خوبیه، برنامه سکوت خبری. من رو ببخشید. سلام داداش، زنگ زدم به گوشی جواب ندادی، خواب نمونی، امروز مصاحبه داریم. ما دارم میام پایین. الو، سلام امیر جان، خوبی؟ قربونت برم. ببینم همه چیز اوکیه دیگه. آره خب، خدا رو شکر. باشه، یه لحظه گوشی، یه لحظه گوشی. ببینم پسر، نورا ردیفه دیگه. بله. دوربینه چی؟ فول شارژه؟ بله. برو سر کارت. آره نداداش، حاشیه چیه؟ ببین من خودم سوالا رو یه 10 باری چک کردم. آره بیا بیا، پس میبینم دیگه. خب جناب آرش تایی، شما آماده این؟ آماده. بله بله. بسیار هم عالی. بچه آماده این؟ بله خانم، بفرمایید. 3 2. سلام، با یکی دیگه از قسمت‌های سکوت خبری با شما هستیم. مهمان امروز ما کسی نیست جز جناب آقای آرش تایی. عرض ادب در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید جناب تایی. ممنونم. جناب تایی اگه موافق باشین بدون فوت وقت بریم سراغ سوالات. خواهش. از هفته پیش که مشخص شد شما مهمون برنامه ما هستین، ما از مخاطبینمون خواستیم تا سوالاتشون از شما رو با ما در میون بذارن. اولین سوال من از حیث تکرار بیشترین آمار رو در بین سوالات داشته.
بفهم خوش بکنم. چه اتفاقاتی برای خانم کژل هناره افتاد؟ کجال هناره بسیار خوب میگم براتون، یک سال و نیم پیش بود. توی اون روزا من دانشجو بودم و درگیر مسائل فیلمسازی و درس خوندن و از این قبیل کارا. شما چند سالتون بود؟ متولد 1370، 27 سالمه. 27 سال، سنت که به نقش میخوره. تجربه کارم داری؟ از 9 سالگی. پس خیلی سال مشغولی. پس چرا ندیدمت؟ تهران نبودم. بچه کجایی؟ کردم. کرد کجا؟ مهمه؟ نه زیاد. چونی؟ باشی؟ ممنون. ببین من میخوام ازت فیلم بگیرم. اون برگه که بهت دادن رو یه دور از روش بسن بخون. برگه به من ندادن؟ ندادن؟ نه. یه برگی از فیلمنامه به شما ندادن؟ نه ندادن. چقدر گیجن اینا. خب تئاتری چیزی کار کردی دیگه؟ بله. مونولوگی دیالوگی قطعا حفظی دیگه؟ حتما. خیلی خب، میخوام فقط من 100% تو ببینم. خب چون چهرت کاریزما داره، میخوام ببینم دیگه چی تو چنت داری، صدات، حست. متوجه. اوکی. خب هر وقت که بریم. آماده ای الان؟ بله. خیلی هم عالی. پس فقط یاد بشه کامل خودتو حتما معرفی کنی قبلش. خب با شمارش من. بفهم. 3 2 1. کژل هناره هستم، متولد 1370. دوست داشتم. این کوتاه‌ترین فلسفه زندگی من بود و زیباترینش. کنارت بودم همیشه، خوب، آروم، همونطور که میخواستی، همونطور که میخواستم. راضی بودم. کم داشتیم، خیلی رویاها داشتیم که نمیشد. یاد گرفته بودیم که به آرزوهامون نرسیم ولی براشون بجنگیم، بجنگیم و تهش ببینیم دستمون خالیه. اما دلمون به هم خوش بود. گریه هامون، خنده هامون، دیوونگی هامون، هر چی که بود و نبود همش با هم بود. دنیامون دو نفره بود. اما یه روزی رویاهامون انقدر دور شد که دیگه جنگیدن کافی نبود. زیادتر میخواستن، خیلی زیادتر. من رفتم جلو، خودخواهی کردم. من زیادتر میخواستم. آتیش افتاد تو زندگی. این چی بود دقیقا؟ این مال یه نمایشه که 3 سال پیش اجرا کردم. تهران؟ نه، شهرستان. جشنواره هم رفتی؟ قرار بود جشنواره تئاتر فجر شرکت کنیم که نشد. چرا؟ بازبینی رد شد. خب ببین کژال جان، کژال بود دیگه اسمت، درست میگم؟ بله کژال. صدات خوبه، لحنت هم خوبه، چشات فقط یکم میچرخه که خب حالا اون درست میشه. استرس داری؟ نه. ازدواج کردی؟ بله. نامزدی یا رسمی؟ نه. از این رنگی یا سفید صورتی؟ نه کاملا رسمی. زیر یه سخ؟ زیر یه سخ. شغلش چیه؟ فیلم ساز. همکاریم پس. اسمش؟ آرش تایی. آرش تایی؟ نمیشناسم. چند تای فیلم کوتاه ساخته، به زودی هم میخواد کار بلندشو کلید بزن. ای بابا خانم، پس دست ما رو بگیرین یه تستی چیزی. اختیار داریم. با هم اومدی؟ نه، اون درگیر کارهای خودشه، در جریان این دیگه، کارهای پیش تولید و سرمایه گذار. بله، در جریانم، کامل در جریانم. خودت چی؟ اگه غیر از بازیگری هر کاری میکنی؟
هر کاری یعنی نه حالا هر کاری، منظورم مثلا چه میدونم مدلینگ مثلا. آها نه خب چطور؟ هیچی همینطوری. خب دیدم بهت میخوره، گفتم به هر حال چهرهت استایلت چه حالا تو داره. خب پس من با همکارام فیلمو میبینیم، اگه نتیجه اوکی بود که حتما خبرت میکنیم دیگه. ممنون از وقتی که گذاشتی. ممنون از تو عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ. آخه تو رو چه حسابی داری نظر میدی؟ داداش آراش چه خبرته؟ صداتو بیار پایین. فکر کردی کی هستی تو؟ من هیچ کس نیستم، ولی سر جدت فکر نکن تو عددی هستی. ببین بچه جون، من 20 سال پیش دکترای کارگردانیمو از ایتالیا گرفتم. خب حالا مگه ما چی گفتیم دکتر جون؟ ناراحت نشو. چرا دکتر میبندی به این آخه؟ مؤدب باش آقا، مؤدب باش. من نه جلوی کی مثل تو. ببین بچه جون، من عمرت بذارم تو اون فیلمتو بسازی. ای من فیلممو میسازم، خوبش هم میسازم، هر جشنواره هم که بخوام تو دنیا دورش میرم. آره جون عمت. چی گفت؟ جونم. آخه تو دکتری، تو آمپول زنم نیستی، تو رفتی ایتالیا درس خوندی، رو نقشه میتونی ایتالیا رو نشون بدی؟ برای این اصلا ایتالیایی حرف بزنی تو؟ مطلعه ایتزی کاسته کورتو کانوار رو بریم بابی بریم، چون ایتالیایی بلدی بهش فوش نمیدی. ببین دکتر، بالو تلی. آه چی گفتی بهش؟ فوش ناموس سبا بیاره. برو باز کلیداتو جا گذاشتی؟ آره باز کن. بیول کجال خانم چی شد؟ مثل همیشه بررسی میکنیم، تماشا میکنیم، بهتون خبر میدیم. اقل ناامید نباشد زنگ زدن. آرش چی میگی؟ مگه دفعه اولمه؟ همیشه همینطوریه دیگه. تو چی کار کردی؟ هیچی، ما رفتیم اونجا الاف وزی. چرا؟ جدیدم فیلم نام نویس شده دوستمون. اه؟ آره تز میده، میگه پایانش سیاه نماییه، عوضش کنی. گوشم با توه ها. مردی که متوهم، یه دو برگ فیلمنامه گذاشته جلوش، 7 ساله میخواد تو توهماتش با 18 تا شعر کارش کنه. من که بهت گفتم این آدم به درد تو نمیخوره. من که میدونستم. امیر اصرار میکرد. تو جایی میخوای بری باز؟ آره میخوام برم ترم جدید ثبت نام کنم. نزدیک مصاحبه همه دیگه. نزدیک مصاحبه تونم. چیز عجیبیه؟ نه فقط کارات انجام شد، از ایران خواستی بری یه دستی واسه ما تکون بده. آره چه جوری حرف میزنه انگار از چیزی خبر نداری و من واسه خودم دارم. خبر که دارم، خبر که دارم، دور افتادم تو شهر دنبال تهیه کننده و سرمایه گذار. و آدم بده داستانم منم که هیچ کاری نمیکنم. نه بی عرضه داستان منم که وسط این هیری ویری میرم ماشین امیر رو میگیرم دوتا مسافر بزنم. تو باز رفتی ماشین امیر رو گرفتی؟ پیشنهاد بهتری داری؟ خرج این خونه رو میشه با دوتا تیزر و فیلم تبلیغاتی داد؟ خب جناب تایی، از نفع آشناییتون برامون بگین. چطور شد که دختری با این مشخصات از شما خوشش اومد؟ آخه خسته نباشید. آخرین شماره مجله فیلمو داری؟ بله پایینه. آقا اینو حساب کن واسه من. یه پاکت کنت هم بده به همراه اوکالیپتوس. آقا این آخریشه؟ بله این آخریش بود دیگه. آقای مجله مال منه. چی؟ مجله مال منه. یعنی چی؟ من زودتر اومدم دیگه، مجله مال منه. کجا؟ واسه خرید مجله. این فهمه این چی؟ ببینید من زودتر اومدم واسه خرید مجله، این مجله مال منه. خانم مگه صفحه نونه که زودتر این از نونه شب برای من واجب تره. برای یه نون وای دکه دیگه بخر. شما برو بخر. من خریدم. آقا این حساب کن. آقا یه لحظه حساب نکن، بذار من منطقی برای شما توضیح بدم. من اومدم از این آقا پرسیدم، گفتم دارید یا نه؟ گفت برو پایین نگاه کن. تو اومدم بردار، شما برداشت بودی گوشت بودی اینجا. یعنی مجاله مال منه دیگه. مجاله مال شما. سلام. بله. این شکلیه پس. یه لحظه صبر کن. آقا برام حساب کن. 26 20. آقا لحظه حساب نکن. خب من یه پیشنهادی دارم. بریم شماره تو بده به من. من تون خونم. خب 3-4 روزه مجله رو میخونم، بعد به زنگ میزنم بیا از من بگیر. تاناک هم شده ارزون تر حساب میکنیم ها. خیلی بامزه. 26 20. آقا بلازم آقا تخصصی به چه دردتون؟ شما چه ربطی داره آقا؟ آقا بکش دیگه. یعنی چی به شما چه ربطی داره؟ خب مجله مال منه. مجله مال منه، من زودتر اومدم. مجله تخصصیه. مفتش شما؟ نه من فیلم سازم. به دردم میخوره. چیکار کنم الان؟ بکش دیگه آقا. بکش برای خانم، بکش دیگه، زودتر اومده. لطف کردیم. ولی مجاله تخصصیه، نمیدونم واقعا به چه دردت میخوره. بازیگرم.
حالا ما عملیات ناموفقه. بده من رو نقدی حساب. خب ببین منم فیلم سازم، اگه میخوای میتونی بیای تست بدی اینا رو حساب کن. نه ممنون، من علاقه به تست دادن ندارم. خیلی خب حساب من درسته؟ بله بله. مرسی بفرمایید خانم. باید پوله. مرسی. حالا واقعا میخوای فیلم بسازی؟ خیلی چیزا رو سخت نمیگرفت، خانه بود. اون موقع من وضعم چندان تعریفی نداشت، اینو میفهمید. اون موقع میفهمید. دوستش داری؟ آره خیلی. بفهم. مرسی. آرش جانم. خیلی گرونه. طلا گرونه دیگه. خب طلا نیستن، نقران. یه چهار تا سنگ قیمتی بهش میزنن این قیمتی بشه. تبرم بیم مثلا اون سومیو ببینم و همون چیزه حلقه داره. دست منو ببین. خب باعث. خب دیدم دیدم. آها. خب اون فکر می‌کنی چنده؟ نمی‌دونم، بریم داخل بپرس. نه، الان ساعت چنده؟ من پرسیدم. ساعت 9. خب 8:50 دقیقه 2950 بود. الان دیگه قطعاً 3300 شده. بابا اینا طلا نیستن که، اینا نقران. یه روکشی چیزی کشیدن، چهار تا سنگم چسبوندن. ببین عروس اسپانیش ها رو دیدی؟ تاج گل میذارن، گردن بند گل میبندن. اسپانیش؟ آره. میخوای اونا رو اینجا بکنی؟ تاج گل. آره. عجل کل مراسم رو کنسل کردی، طلا رو گفتی نمیخوام، طلا گفتی نمیخوام، الان میخوام با گل سراتش هم بیاری عروس اسپانیش ها. ببین الان همه چی فتوشاپه، اصلا میتونیم مهمونا رو دور عکس فتوشاپ کنیم. خب اون تاج و گل من و همه رو سواروفسکی میکنیم. بعد هر کیم پرسید که عروسیتون چه شد مهمونی نگرفتیم، میگیم آقا به این کیه تو عکس داره. آره ببین قشنگ عالیه. آه. من این پیشنهاد بهتر چی؟ دارم اصلا ببینیم دو تا عکس پرسونلی بگیریم، کلمون کراپ میکنیم میذاریم رو عکس عروس داماده مختلف، خیلی شیک. 50 تا عکس میتونیم داشته باشیم. عالیه، خیلی خوبه. آره یه پیشنهاد دیگه هم دارم اصلا. بعضی از این آقاها اصلا تلفنی سیغه میکنن اصلا فوق العاده. چرا زودتر نمیگی اینا رو؟ بابا باشه دیگه، پس یه زنگ به خونه بزن بگو داری ازدواج میکنی، من یه اسنپ بگیرم فقط بریم خونه دیگه. نظرت با کدومه؟ آقا تلفنی دیگه. آقا تلفنی. علی گرونه نه. سلام، امروز عروسی گند اخلاق ترین و بد ترکیب ترین و عزیز دل ترین آدم توی زندگی خودم داداش آرش گل. این فیلمو گرفتم واسه اینکه یادگاری بمونه. میخواستم از همین تریبون مراتب تأسف و تسلیت خودم و خدمت عروس خانمم عرض کنم. کجال جان تسلیت میگم، غم آخرت باشه دیگه. تو هم معلوم نیست کجا تو زندگی چیکار کردی، خدای همچین نونی گذاشته تو دنبالت. دیگه اشتباه کردی دیگه داداش آرش خودمونه دیگه. حالا علی حال وظیفه انسانی خودم دونستم این فیلمو بگیرم واسه اون روزی که میای میگی امیر جان چرا از اولش به من نگفتی. نیاکن میبینید دارم میخندم؟ همین آرش به ما که میرسید میشد اینه و برج زهره ما. الان نیشش تا بناگوشش بازه. بله بخند کجا. چه کار داری میکنی تو؟ نه یه عکس میگیرم واسه یه استوری. به 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 عروس چقدر قشنگه. عروسی آماده اید؟ بگیر بگیر. عروسی داداش آرش گل کجال عزیز 3 2 1. بینندگان عزیز بعد از 10 دقیقه مجدداً برمیگردیم. اگر برنامه رو به شکل لایو در اینستاگرام دنبال میکنید میتونید حدود 10 دقیقه لایو رو قطع کنید و به کارهاتون برسید. برمیگردیم. اصلا نمشتت چی؟ جناب تایی، ناراحتتون که نکرد؟ نه خانم، نه مانید. آرش داداش به مرگ امیر من نمیخواستم اینطوری بشه. خیلی خوب حالا چیز نمیشه. میگم خدا به سر شده به مرگ امیر. خیلی خوب گفت. ببین تو حالا این همه حاشیه برام درست کردن، یه بارم از زبان خودم بشنوم. اراده کن لغت میزنم زیر دوربینشون شامپو میپوریم. حسین جان بی زحمت یه سری چای بگو بیارن. آفرین آفرین خانم، چقدر اجرای گرمی، چقدر نفوذ داشت، چقدر داشت. چقدر آکسانتون چقدر خوب بود، چه ریتم خوبی. سینما کار کردید شما؟ چند تا کار تصویر کوتاه. من اوفلیا هستم، زنی آویخته بر تناب دار، زنی با رگ‌های از هم دریده. دیروز باز از خودکشی منصرف گشتم. من تنهایم، من اشیای اسارتم را در هم می‌شکنم.
بچه ها خسته نباشین. مرسی آرشان اومدین. ممنون. عید و سلامت. مرسی ممنون. شبتون بخیر. شب بخیر. به به آقای فیلمساز. تئاتر مون پسندیدین؟ بله بسیار زیاد. دایزی منو چطور؟ آی بریم؟ بریم از کیف نداشتی؟ آره اوه 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 کجان خسته نباشی. مرسی کجان جون. فردا روز همون تستیه که بهت گفتم. خب رأس ساعت 6 میری اونجا، آدرس هم واسط میفرستم، میگی از طرف من اومدی. اوکی حتما اشتباه منی. دست در نکنم. خدافز. خدافز. بازم تست. ما حداقل این دفعه معرف دارم. عشق منی. خب چی کارش کنم لفظشه. سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، خوش اومدید. مرسی، واسه تست اومدم. بله این فرمو پر کنید، بر من بیارید. جناب احمدخانی، توجه داریم به عرض بنده؟ بله، کاملا. بله، داشتم میگفتم که اصلاحیاتی که گفتین رو من کاملا انجام دادم و لابلاشون فکر میکردم بعضی از سکانس ها رو یه دقیقه اینجا نگه دار. الو، چطوری رفیق بی‌معرفت؟ چی؟ من دست پیشو میگیرم. بابا عجب روی داری تو. خدمت شما. من خواهشم. بسیار عالی عزیزم، محبت کن برو اتاق بغلی. فرمم ببرم؟ نه عزیزم، فرم رو موقعیه که میرین داخل برای تست. الان فقط میرین چند تا پورتره ازتون میگیرم. باشه. خواهش میکنم. عزیزم روبرو رو نگاه کنین. نیمرخ درست. ممنون جناب احمدخانی، این اصلاحیات جدیدی که الان دادین عملا داره جریان قصه رو عوض میکنه. اصلا دیگه فیلمنامه من نیستین. عزیز من، تو اگه میخوای من اسپانسرت بشم، رو فیلمت سرمایه گذاری بکنم، اینم پیشنهادات منه. بله، من یک ماهه دارم میرم و میام که شما رو متقاعد کنم که روی فیلم من سرمایه گذاری کنین. توجه دارین جناب، فیلم من. اما این دیگه اصلا با این اصلاحیات فیلم من. خب برادر بزرگوار، چرا اینقدر سخت میگیری تو؟ خانم ببخشید، نمیدونین کی خبر میدن؟ تماس میگیرن عزیزم. آخه داخلم همینو گفتن. شما اگر قبول شید باهاتون تماس میگیریم، تشریف میارید اینجا برای مصاحبه با خود کارگردان. عکسام هم نمیدین؟ نه عزیزم، اونم مال آرشیوه که اگر این تست قبول نشدین بفرستین برای پروژه های دیگه یا برای کارهای بعدیمون استفاده کنیم. باشه، ممنون. خواهش میکنم. خسته نباشید خانم. خواهش میکنم. خب عزیزم، شما عکساتونو که گرفتین، فرمتونم که پر کردین، قابلتونم ندارم. چی؟ هزینه تست عزیزم 100 تومن میشه. فقط لطف کنید کارت بکشید، ممنون میشم. مگه تستم هزینه داره؟ بار اولته؟ آره بار اولمه. اصلا شما فکر کن بار اولمه. من میخوام بدونم دقیقاً 100 تومن بابت چیه؟ اول از اینکه صداتو بیار پایین خانم. دوما ازتون عکس گرفتیم. عکسای حرفه‌ای برای آرشیو، رزومه‌تون رو ثبت کردیم. در آخر هم بهتون اجازه میدیم تو تست ما شرکت کنید. شما چون راجع به من چی فکر کردین ها؟ من درس این رشته رو خوندم. سالها تئاتر کار کردم. بالای 300 شب اجرای عموم رفتم. وقتی یکی مثل تو برمیگرده به من میگه فرصت اینو بهت میدیم که پول بدی بری تست بدی. من صداتو بیار پایین، اینجا محیط فرهنگیه. فرهنگیه اینجا خیلی مهم پیدا میشه. تو اینجا چیکار میکنی؟ شاهی به من گفت بیام اینجا برای تست. خب شاهی بی جا کرد، به اینا پول ندی. آره من میشه دروازه رو ببرید بیرون؟ نه نمیشه، پول بچه رو بده. مشکل شما دخالت نکن، پول بچه رو بده سریع. چه خبره اینجا؟ یه جوری صحبت میکنی انگار تا الان 10 تا فیلم بلند ساختی، 2 تا مجسمه اسکار تو ویترین خونتون داری. یه ماه پیش که اومدی اینجا گفتی 8 تا فیلم کوتاه، اونم جمع و جور ساختی و حالا یه دانشگاهی هم رفتی. من یک ماه پیشم که اومدم اینجا رزومم همین بود. شما گفتی میخوام هنر جدید، استعداد جدید وارد سینما کنم. چی شد؟ شما فخر کردی یا من؟ مگه غیر از اینه که هر اصلاحیه‌ای که دادی بی دلیل و با دلیل اعمال کردم تو این فیلمنامه؟ همش اصلاحیه کوف کوف زهر مار. ببین پسر جون، اونی که الان لنگ پول برای ساخت فیلم توی، نه من. پس اگه میخوای برسی به تولید حرف گوش کن، متوجه ای؟ بله
بریم. هیلا خاک تو سر من که این همه سال رفتم اومدم نفهمیدم کسی بر اساس استعداد و لیاقتش انتخاب نمیشه. البته بعید میدونم اصلا بفهمی من چی میگم. برو. چیکار میکنی آرش خان؟ اگه حرف خوش کنم میشم آدم یکی مثل تو. هیچ وقت به ذهنتون نرسید که شما برین؟ اگه همون موقع با همسرتون مهاجرت میکردین شاید هیچ کدوم از این اتفاقات وحشتناک نمیافتاد. نه ما با هم فرق داشتیم خیلی زیاد. یادای هوا بعد پاک نکردی؟ رو پوله دیگه مگه چه مشکل داره؟ آره رو پوله دیگه. کجای کلاسش تا چنده؟ میاد الان دیگه. دیر نشه اون به. میاد الان دیگه. آرش کجای الان داره آلمانی میخونه؟ آره؟ آره آخرشه. خب هدفش چیه داره آلمانی میخونه؟ واسه چی؟ علاقه داره دیگه. علاقه داره شاید بخواد تدریس هم بکنه. اگه بحث علاقه و تدریس و ایناست که هیچی من فکر کردم میخواد بره. کجا بره؟ کی کجا بره؟ کجا بره؟ کی کجا بره؟ چه تو وحش خب داریم حرف میزنیم من چه میدونه؟ قاطی میکنه. آره میخواد بره. فکر کنم ازدواج میکنیم درست میشه. نشد. چند وقت پیش رفت سفارت مصاحبه داد. توش تو نخواهی که نمیتونه بره. من نخواهم. من زندانبانم من تو نخواهی چیه؟ یعنی الان ویزاش بیاد پریده رفته. نمیدونم. هر طرف همش حق میدم. دیگه چند سال بوده به چیزی که میخواد نرسه. هر جا میره همه نگاه ها مثل کفتار روشن اصلا معذبه. میبینم اینا رو داداش. داداش خب تو یه کاری کن حال زنت خوب شه بمونه. دیشب بهش گفتم دیگه نمیخواد بره جای تست بده. بهش گفتم من فیلمم هر طوری شده اصلا میسازم. تو یه نقش اصلی فیلم رو بازی کن. جان آرش به خدا بگو مرگ امین. جونم آرش به خدا من میدونستم این فیلم رو میخوای شروع کنی. هی hey, من گفتم بهت بگم باز میگه الان امیر اینقدر خوشحال شد. امیر این دیگه یه فیلم ساده نیست. هر طوری شده باید بسازمش. داداش میسازیمش با هم میسازیمش. ببین اگه این فیلم نسخه من این سیبیلا رو میزنم بره. حالا ببین با هم پشت همین میسازیم. فقط داداش من یه لیست چند تا مایه دار بهت دادم واسه سرمایه گذاری. چی شد زنگ زدی؟ شد که محمد خانی چند تا بود رفتن 7 8 همشون هم اونم دیگه. اولش اوکی میدن بعدش جفتک میندازن. بابا ول کن این حرفا رو اصلا. این اکیپی که الان میخوام ببرمت پیششون وای وای اینا. سلام. سلام. سلام و دو ساعت بدرود خانوم. چقدر دیر کرده؟ به مخصوص از کتاب یکی از بچه‌ها عکس میگرفتم. کجا الان داشتم با آرش میگفتم. یه اکیپ هست اینا بچه‌های کلاس آموزشگاه بازیگری هست. ببین اینا اصلا خراب بازیگری هم. بازیگری چیه بابا؟ اینا اصلا خراب دیده شدن هم. اوورت پول خرج میکنن ها. خواهران برنامه چیه؟ یه چی دیگه قرار گذاشتیم باهاشون یه ساعت دیگه باید پیششون باشیم. فقط رفتیم اونجا آرش جان شما لطف میکنی اخلاق گند سگتو میذاری کنار یه چند تا از این نقشه فریه فیلم میدی بهشون بازی کنن. باش. ببین پول این فیلم که هیچی پول دوتا فیلم بعدیت هم اینا میدن. تمام. اسپانسر بازیگر دیگه رو نمیشه بگی. بله بله اسپانسر بازیگر مشکلش چیه؟ یارو میخواد بازیگر بشه این آقا میخواد فیلمشو بسازه. تمام. حتما بگم. تازه جان گفتم تمام دیگه. حالا اینطوری هم که میگید نیست. آرش پاش پیوته از چوب کبریت هم بازی میگیره. البته چوب کبریت یه مقدار باعث بله احسن کاملا مثلا من اشتباه بود من معذرت میخوام. ولی بچه ها کلاس رفتن چهره دارن دوره گذروندن استعداد دارن فقط به یه سکوی پرتاب احتیاج دارن. بچه از خودتون بگین غیر از کلاسایی که رفتین دیگه چی کار کردید؟ مثلا تئاتری فیلم کوتاهی چیزی؟ بچه ها همه کار بلدن کار کردن غولن. شبنم جون تو شروع کن. خب اول اینکه من 120 کا هستم. کا؟ امیر جون من تا حالا دو تا فیلم کوتاه ساختم. فالوور اینستاگرام.
من از زمان مدرسه اتحاد کار کردم. امی جون، امشب به احترام خودته که اینجا. بعد تصمیم گرفتم برای فیلم بعدیم از چهره استفاده کنم. خودت بهتر میدونی. با این تیپو وقتی که وارد دانشگاه شدم با بچه دانشکده هنر چند تا تجربه خوبم داشتم. یه رول اصلی هم بهم پیشنهاد شد. منتهی من موقع خارج از کشور بودم. من مشاوره تخصصی پوستمو میدم. بعد هر کی میومد میخوند قبول نمیکرد. استایلی که من دارم. کلی جشنواره فرستادم ولی یکی شما رو قبول نکردن. آها کلینیک داری؟ خیر، انستیتوی زیبایی. آرشگاه دیگه. خیر. دیگه فیلم ما هم نسنیمه ول شد. سالن زیبایی خیلی فرق میکنه با هم. ساره جون کارش حرف نداره. درجه یک من خودم چند باری ازش مشاوره گرفتم واسه 35 شب اجرا برای عموم داشتیم. چه کاری؟ خیانت هارولد پینتر. نقش زن نمایشنامه پینتر رو شما کار کردین؟ نه، راستش من اونجا منشی صحنه بودم. به هر حال تجربه خوبی بود. جدا؟ بله. امیر جون راضی بودی؟ او جدی میگم چه جوری نگاه می‌کنی؟ عالی، درجه یک مثل همیشه ساره جون. آره. خیلی درجه یک. ول کنین بحثا رو بچا، راستیاتش ما امروز اینجا جمع شدیم که هر کی هر جوری میتونه واسه ساخت فیلم جدیدمون به ما کمک کنه. اینستا داری؟ اصلا دنبال این داستانی نیستیم که کسی بخواد از کسی دلخور بشه یا اینکه اصلا بخوام کسی وقت کسی دیگر رو بگیره. آرش رفیق چندین و چند ساله منه. بالای 10 تا فیلم کوتاه ساخته، جشنواره مختلف هم کار کرده، جایزه هم گرفته. دیگه کم کم وقتش فیلم بلندش رو شروع کنه. یه فیلمنامه خوب درجه یک هم نوشته که ان شاءالله به زودی میخونیدش. درست از همون روز بود که همه چیز شروع کرد به تغییر کردن، عوض شدن، خراب شدن. از کی دفاع کنم؟ I had the most amazing dream last night. Me? من هیچ دفاعی از خودم ندارم. I was dancing. تو که خوزستانی نیستی. من کشته شدم. من از کی دفاع کنم؟ جنگ که تموم شد رفتی دنبال زندگیت. Me? مثل ما. از یه جسد؟ وقتی 8 سالم بود کشته شدم. ننه یادت وقتی شایان زاییدم قاسم چه حالی داشت؟ یه آمپول نبود به یه بچه بزنه. Did you hear me? اما هیچ کس دنبال قاتل من نگشت. اگه بودی بچه الان سالم. تو فکر میکنی قاسم از سر عیاشی و خوشگذرونی میخواد بره اوورا؟ مثل مریم. I'm going to be there. او وقت که وقت خوشگذرونیش بود چه کنار جاده تو آبادان داشت آب میفروخت. Did you hear me? صدامو نشنی. میم. تمام زندگی من پر شد از شک و ترس و نفرت. خدا ما چیز زیادی نخواستیم. از همه مردم متنفرم، جوری که دیگه نمیخواستم ازدواج کنم. همه دخترها که نباید عروس بشن. مثل مادر. I'm going to be the swan queen. کار دستمون دیدم. بیا صورتم رو میسوزه بشن. بیا باکن باشم. ببینم تو رو چه شد قرمز نشده. بشو برو بشو. امیر همه رو خاموش رو باشم. جنگ که تموم شد رفتی دنبال زندگیت. ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما. نه آب بود، نه برق بود، نه کار بود. من یادت وقتی شایان زاییدم قاسم چه حالی داشت؟ یه آمپول نبود به بچه بزن. اگه بودی بچه الان سالم. تو فکر کنی قاسم از سر عیاشی خوشگذرونی میخواد بره اوورا؟ اون وقت که وقت خوشگذرونیش بود چه کنار جاده تو آبادان داشت آب حمالی میکرد. خدا ما چیز زیادی نخواست. یه مدتی که از ساخت کلیپا گذشت، از طرف یک کمپانی تبلیغاتی به کجال پیشنهاد کار شد. من و امیرم همراهش رفتیم تا ببینیم جریان از چه قراره. Thank you.
خیلی خوش اومدیم بچه‌ها. بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. درود بر شما. خیلی خوش اومدین، بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. زنده باشید. پس پشت اون کلیپ‌های جذاب یه تیم سه نفره خوشفکر نشستن. نظر لطف شماست. ایده بکر رو جذابی رو انتخاب کردین. فقط یکم بی برنامه بودین. چطور؟ میگم درآمدی هم داشتین؟ برنامه مالی خاصی نداشتیم. ما بیشتر هدفمون نشون دادن استعداد و هنر کجال بود. اگه هدفتون این بوده واقعا بهتون تبریک میگم. ممنون، نظر لطفتونه. نه بی‌تعارف عرض میکنم. میگم اگه موافق باشین بریم سر اصل مطلب. حتما جناب راد، خوشحال میشیم. شما دعوت شدیم برای همکاری. در چه زمینه ای؟ تبلیغات مجازی. تبلیغات چی؟ ایده خوب مساوی با تبلیغ خوبه. حالا اون مسئول میتونه هر چی باشه. ببخشید من میتونم یه سوال بپرسم؟ بله بفرمایید. امیر و آرش میتونن توی ساخت تیزر و ایده پردازی بهتون کمک کنن قطعا، اما من این وسط دقیقا نقشم چیه؟ گفتی شغلت چیه؟ بازیگری. خب بازی میکنی دیگه توی تیزرهای تبلیغاتی؟ البته اجازه بدی من یک توضیح کوچیک بدم. تیزرهای تبلیغاتی کمپانی ما شکلش با تیزرهای تبلیغاتی رایج فرق میکنه. یعنی اینکه؟ یعنی اینکه برای یک ساخت تیزر کوچیک، حتی یک کار 30 ثانیه‌ای، کلی افراد درگیر میشن و خروجی اون بیشک میتونه یک کار استاندارد با لول‌های جهانی باشه. حقیقتا جناب راد، دغدغه اصلی من بازیگری حرفه‌ای سینماست. وقتی شما به من پیغام دادین و گفتین یک پروژه بزرگ، من فکر کردم منظورتون یک پروژه بزرگ سینماییه. اما الان تجاجان درست میگن، چون که ما خودمونم در حال تلاش برای ساخت یک فیلم سینمایی هستیم و اینکه نقش اصلیش هم قراره ایشون بازی کنن. حق بدین که الان نخواد یه تیزر تبلیغاتی بازی کنن. بسیار عالی، حقیقتا خیلی خوشحال میشم با همچین گروهی صحبت میکنم. گفتین کی قراره شروع کنین؟ ما راستیتش الان دنبال جذب سرمایه هستیم، یعنی یه سرمایه گذاری داریم دنبالش میگردیم که بتونه به ما اطمینان کنه و هزینه جاری فیلمو متقبل بشه. گفتین تهیه کننده داری؟ بله ما تهیه کننده که داریم، ولی صرفا فقط کار کاغذبازیش و کار مجوز و این داستانا. در حقیقت ما الان میخوایم سرمایه رو خودمون بذاریم و تهیه کننده ای که گفتن کارهای کاغذی رو انجام بدن. به جز بحث سرمایه کار در چه مرحله ای؟ عوامل کاملی ما داریم، هم پشت دوربین هم جلوی دوربین. ببخشید، کمپانی شما غیر از ساخت تیزر و موارد تبلیغاتی در مورد ساخت فیلم هم کاری انجام میده؟ حقیقتا ما تا الان همچین کاری رو نداشتیم و اصلا بهش فکر نکردیم، ولی اگه احساس میکنین کارتون با کیفیت و خوب از آب در میاد و بازگشت سرمایه رو داره، منم بدم نمیاد در موردش با اعضای هیئت مدیره صحبت کنم. کیفیت فیلمو که شخصا تضمین میکنم، خوب میدونم چی بسازم که 100 دقیقه تماشاگر رو میخکوب کنم. اما میدونید که صنعت سینماست، تبلیغ خوب شاید از بحث ساخت فیلم خوب هم مهمتر باشه. من خوب میسازم، شما خوب پخشش کنید، هم مواد تبلیغاتی و تیزرهاشو هم خود فیلم رو. اون موقع اینجا میشینیم در رابطه با اینکه چطور میشه یه فیلم خوب ساخت با هم بحث میکنیم. فکر کنم کم کم دارم متقاعد میشم که اولین فیلم سینمایی کمپانیمون رو کلید بزنیم. خبر خوبیه. پس آغاز همکاری شما با کمپانی امانی از همون روز شروع شد؟ بله متاسفانه. واسه من زیاد فرقی نمیکرد. من اون روزا فقط میخواستم که کجال بمونه، حالش خوب باشه. خدا میدونه که چقدر فکرهای قشنگی داشتم برای دوتامون. کجال؟ بله. تویش میدونه که من چقدر تو رو دوست دارم. تو؟ آره من؟ نه نمیدونم. آره خب هیچ وقت ازم حرف محبت هامیز یا رفتار قشنگی ندیدی که. اون محبت اصلا ما هم تناقض داریم. تناقض داریم اصلا. بیا این چیه؟ نه فقط چه دیگه؟ قصه دومته؟
بذارش واسه فیشای ما. خیلی خوب. چقدر بود؟ نمیدونم، خود چک کن بعدم. باش. میگم آرش، تو گشنت نیست؟ خیلی. چی میخوری؟ من همبرگر میخورم، تو هات داگ. من هات داگ. آره. نوشیدنی چی میخورم؟ من نوشابه میخورم، تو دلسته. بعد سیب زمینی هم دلت میخواد؟ سیب زمینی هم دلم میخواد. چقدر سرد شده. من که بهت گفتم یه چیزی بپوش. تو گفتی بپوش، من نپوشیدم. آره، من هم جورتو میکشم دیگه. سیب زمینی علکی سفارش میدی؟ اصلا به فکر من هستی؟ نه. من سیب زمینی خیلی پر روی کشل. یه بارش اگه یه درصد من تیزر رو بازی کردم سرمایه ندادن چی؟ توپ اینا رو تکون نمیده کشل. پول فیلم ما واسه اینا پول خورده. آرش اگه در جریان باشی، من دغدغم بازیگری، نقش، درام، نه تیزر تبلیغاتی. کجار جا، من این چیزا رو میدونم، اوکی؟ من همه اینا رو میدونم، ولی تو هم قرار نیست تا ابد و دهر که بازیگر تیزر بشه، که یکی، دو تا، نهایتا سه تا. بعد از اون تمام جلب میکنیم اعتمادشون رو و به ما پول میدن. من فیلممو میسازم، میای تو قاب من و آتیش بازی را میندازی، یا امت یا محو تماشای خودت میکنی با بازیگریت. مگه همین رو نمیخوای؟ نمیدونم. کجار، هیچ کس به اندازه ایمان تو رو دوست نداره. هیچ کس اندازه ایمان به فکر تو نیست. به من اعتماد کن. به تو اعتماد دارم، ولی اصلا ولی چی؟ ولی چی؟ ببین اصلا نمیدونم که اصلا ولی آخه چرا نمیذاری آدم حرف بزنه؟ بگو. میگم اگه یه درصد تیزرهای تبلیغاتی رو کار کردم و اونا نخواستن پولو بدن، تکلیف چیه؟ پولو اونا ندادن؟ تو میتونی این ضمانت رو من بدی که من رفتم تیزرهای تبلیغاتی رو کار کردم سرمایه گذاری؟ تضمین کجال، از من تضمین میخوای؟ منم شوهرت آرش. آرش همه چی اشتباه مترجم میشه. من منظورم یه چیزیه که خیال هر دومون رو راحت کنه، مثل قرارداد، ضمانت نامه، یه همچین چیز. باید یه چیزی بینمون بنویسیم، رو حساب حرف نریم جلو. بله، چون من باید کارمو تو اتاق فرمان ول کنم، یعنی هیچ منبع درآمد دیگه ندارم، متوجه هستی؟ آره، یه کاغذ باید بینمون بنویسیم که رو حساب حرف پیش نره. بله، ازشون باید آره، یعنی یکی دیگر بذارم به جای خودم، قصه سوام بپره. خب بعد دیگه هیچ منبع درآمدم ندارم. باهاشون میبندیم. اوکی، باهاشون میبندیم. تو حرف نباشه. نه، ببند. گاهی با خودم فکر میکنم اگر اون شب بهش اینقدر اصرار نمیکردم، داستان هیچ وقت به اینجا نمیرسید. بچه یه نور بزنیم پشت سرش، نورش کمه. لباسش خشخش میکنه. حالا میگم زیاد تکون نخور. این برای رسید به تحویل دستمزدتونه. آه، لطفی میکنین اینو بدین به آقای تای اونجا نشست. آه، بله، بپرسی. سلام آقای آرش. عزیزم، ممنونم. من الهام ستوده هستم، وکیل کمپانی و مسئول امور مالی این پروژه. خوشبختم. خواهش میکنم. خانم کجال گفتن که رسید مربوط به تیزر اول شما امضا میکنید. بله، خواهش میکنم. فقط یکم زود نیست؟ درست میفرمایید. هنوز یه پلانم نگرفتم. آقای رد اینطوری فرمودن. بسیار عالی. مبلغم که خدمت شما. ممنونم. خدمت شما. متشکرم. سهام عدالت برای ملت مشمول این شرایط افراد مقیم، افراد ایرانی مقیم داخلی. خوب آقا؟ آره خوبه. بیا خانوم، آماده اید؟ بله. یه خورده برید عقبتر. خوبه. آرشان، میگم پولو دریافت کردی؟ بله، خیلی هم ممنون. ایشالله تو برنامه های بعدی جبران میکنم، نگران نباشید. از اتفاقا میخواستم بگم که یه مقدار زیادم هست برای تیزر یک دقیقه. شما هنرمندای مستعدی هستید، حق شماست. متشکرم. صدا، دوربین، سه، دو، یک، حرکت. سهام عدالت برای ملت. کات. ببخشید قربان،
این سهام عدالت شما تا حالا به درد کسی هم خورده؟ اولا که سهام عدالت ما نیست، مال مردم. دوما که ما فعلا فقط سود سهامو دادیم به مردم. البته تو برنامه‌های دولته که به زودی خود سهامم آزاد بشه. هر کی خواست نگه داره، هر کی خواست بفروشه. خب سوال منم هم همینه. سود سهام عدالت تا حالا به درد کسی خورده؟ ما تا حالا فعلا فقط به اقشار کم درآمد و بهزیستیا و کمیته امدادیا دادیم این سودو. همین الان اگر یه دوربین شما ببری تو روستاها متوجه میشی که به درد کیا خورده این سود. مورد داشتیم طرف با سود سهام عدالتش ازدواج کرد. خیلی عالی. بچه آماده اید؟ خانم آماده اید؟ بله. یه خورده عقب‌تر. خوبه خوبه. صدا. دوربین. بچه آماده اید؟ 3 2 1 حرکت. سهام عدالت برای ملت. مشمولین این طرح اتباع ایرانی مقیم داخل. کات سلام، خسته نباشید به همگی. آقا خیلی مخلصیم. اومدید آقا مخلصم. شکریم. مخلصیم آقا. شکریم. خیلی خوشحالم. شهاب خان چی چیزی. خسته نباشید. مخلصیم. شکریم. خانم ستوجا. این دوست عزیزی که تشریف آوردن کی هستن؟ ایشون جناب آقای بابک امانی هستن، یکی از مشتریای ثابت کمپانی. کاملا مشخصه که یکی از مشتریای ثابتتون هستن. اینو بذارم به حساب تعریف یا چیز دیگه؟ بذارید به حساب تعجب. چجوری میشه که یک کمپانی با این همه دم و دستگاه و تشکیلات در مقابله پسر جوان که تقریبا همسن و سال منه اینجوری به جنب و جوش میفته؟ جناب آقای بابک امانی دکترای مدیریت بازرگانی دارن. برای رسیدن به این موقعیت هم کم تلاش نکردن. در ضمن یکی از آدمای سرشناس حوزه تبلیغات هم هستن. بله بله، همه تلاش میکنن ولی هویایشون تافته جدا بافته است. شما مختارین هر چی که دوست دارین فکر کنین. با اجازهتون. فدات بشم. نه اومدیم رستوران با کجار. سلام هم میرسون. ما فقط آره فدات بشم. شبت بخیر. خدافظ. امیر چی شد؟ انتخاب کن دیگه. آقا من یه آلبیچیریان، یه زاگروس، یه بدازار آسیایی، یه نونه سیر، یه نوشابه. و چیه؟ چند تا میخوام سفارش بدم؟ خب داداش که از خودت نیست. کادون که از خودته. آقا واسه فردا نهار و شام هم میخوام. خب نخنگ کجار خانم، نخنگ. 5 میلیون تومن پول گرفتی تا 1000 تومن آخرش سفارش میدم من اینجا. باشه ببین این استیکو که روکش طلا داره نداره. باشه چرت و پرت نگو، انتخاب کن گشنمون امیر. یه جوری انتخاب کن که دوباره بیاریمت. باشه من یه همبرگر ساده میخورم با یه نوشابه. خیلی خوب، تو چی میخوری کجا؟ من همون خودم. آرش دوتا بگیر. چی دوتا؟ دوتا همبرگر بگیر دیگه. دونونش میکنم. آرش ناموسن دوتا همبرگر بگه دیگه. چه آدمی هستی؟ دونونش میکنم. دونونه دیگه. آرش دوتاش کن. آقا تو اینو نمیشناسی. تا میفهمی دنگی دونگی نیست میخواد پوست بکنه. دوتاش کن دیگه. تو که قرار نیست پولشو بدی. تیزر دوم و سوم هم کار کردن. همه چیز گویا خوب بود. کارشون خیلی گرفته بود. از کجل خیلی راضی بودن. مدام براش کار میگرفتن، از گویندگی گرفته تا اجرا و از این دست کارهای تبلیغاتی. و اینکه کجال همش سر کار بود، من خیلی کم میدیدمش دیگه. و ما فیلمنامه رو بازنویسی میکردیم، منتظر بودیم که بهمون زنگ بزنن. ما همش منتظر بودیم. گرازه نگاه بابا خاک بر اون سرت به خدا. اصلا ارزه نده. شطور می آوردن از این بهتر بازی می کرد. مرده شد.
کلی پول میگیرم بلد نیستم فوتبال بازی کنم. میگم واسط بده واسط بده نکرد بابا یارو شطوره به قرآن اصلا چه خبرته فوتبال رو نگاه کنه کلی پول گرفته این وضع بازی کرده اصلا کی اینا رو راه میده تو زمین فوتبال به قرآن اصلا نیم فصل 8 نفره بازی میکردن از این بهتر رفته سه تا بازیکن خارجی گرفته میلیارد میلیارد پول داده راه ولت نیستم رو شطور میوردن از اینا بهتر بازی میکردن آرش بله خدا رو شکر این فیلم هم داره کاراش میفته رو روال بله یه نقش یه چیزی واسه من نوشتی؟ بله جدا نوشتی؟ چی؟ نقش واسه من نوشتی؟ نقش آره دیگه نقش واسه من چیزی نوشتی؟ نقش من که بازیگره برات نقش بنویسه همون یه لحظه تعجب کردم ما که بازیگر نیستم نه بابا بچه ای من یه چی خوش بود ننوشی مینوشی آبرون میره بله یه زمان تشریف بیاره طبقه اول این چیه؟ ایزای کجاله داره اگه کاروبارش اوکی نشد کجا میخواد بره؟ رفتم مصاحبه داده برحال ویزاش میامد دیگه کجا بره؟ حالا والا کجا بره؟ اصلا کجا رو داره که بره؟ کجا رو بره که اندازه اینا بهش پول بده؟ نگاه امیر من بابت این فیلم نامه و مجوزش خیالم راحت باشه آقا راحت مطمئنی؟ فردا جلسه شورای پروانه ساخته این اوکی میکنه فقط آرش اینا حالا اومدیم به ما مجوزم دادن پروانهش هم اوکی شد ما پول نداریم چجوری میخواییم بسازیم؟ بگیری کرد یارو کمپانیه رو؟ نمیدونم امیر نمیدونم به خدا من کجاله گفتم برو دوتا تیزر بازی کن اعتماد اینا رو جلب کن که بیان رو کار ما سرمایه گذاری کن رفت تو دل ساخت تیزر و تبلیغ و اصلا یادش رفته کار ما رو خب بگو باهاشون مطرح کنه داستان ساخت فیلم خودمون رو دیگه اصلا مگه میبینمش آخر شب میاد اول صبح میره آفرین باره کلا همین فرمون بره جلو یه ما دیگه من سرمایه ساخت فیلم اوکی شد آرش نه چیزی هست که به من نگفتی؟ نه جون امیر نه مرگ امیر نه اصلا چیزی نه امیر رو کفن امیر نه دیگه چطور خب پاشو دوتا نیمرو بزن بخوریم بشورو ببر پایین تخمه هاره دیگه تو هم سلام جیگر تو منم طرف دارتم به آقا فرزاد پوکر فیس چطوری دادا یه وقت نریزی پول میز دو هفته پیش که باختی ناراحت میشم سلام با اینجا چی کار میکنی آخه بابا این نفهم ها چی میگن میان تو پیش فقط فوش میدن داداش حال نمی کنی آنفالو والا شاتگان رو سرت نذاشتم که میان منو دنبال میکنی ببند دهنتو ببند گاله رو خوب بلدی با پول ملت حال کنی من با پول ملت حال میکنم آخه اسکل تو رو چه به این حرفا ببین من دهن تو آره داداش تونستم بلدم بچه زیرنگم با پول ملت حال میکنم با بد کسی در افتادی من رو نکنم دیگه ببین خودت داری چوب میزنی من یه کاری میکنم ببین من دهن تو سرویس میکنم خفه شو بابا تو هم مثل بقیه دیگه چش ندارید ببینید بلدی تو هم برو یه کاری را بندازی بیزینسی چیزی مردم بهت اعتماد کنن پولشون رو خرجت کنن تو هم برو اشغال کن هیچ ربطی هم به هیچکی نداره از جمله بابا آره اسم بابامو نیار ببین عصبی میشم یه چیزی بهت میگم آره الان شاخ نشی یه کاری هم نکن من وایساتو بذارم تو تلگرام ببین میارم همینجا پخش میکنم ما خودت بیای لایو ببین تمام ببین یا برو پول در بیار یا برو بمیر اصلا هر کی خوب گوش کن با همه تونم یا میرید پول در میارید خوب زندگی میکنید خوب اشغال میکنید یا برید بمیرید تمام بفرمایید آیا امانی جانا میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ بیا تو بیا
بیا نزدیکتر. جان بگو. راستش میخواستم راجع به این مسئله مهم باهاتون صحبت کنم. راجع به چی؟ نمیدونم آقای راد بهتون گفته. راد کی؟ راد کی؟ آقای شهاب راد. شهاب راد کی؟ شهاب راد نمیشناسم. خودت بگو. حرف بزن. باشه، راستش من عاشق بازیگری هم. بازیگری دوست داری؟ بله. چرا نگفتی؟ گفتم. به کی؟ با آقای راد. راد کیه؟ راد کیه؟ راد نمیشناسم من. بگو حرف بزن. من عاشق بازیگری هم و هدفم این نبود که تو تیزه. ببینم. آلمانی بلدی؟ بله. رفتی؟ کجا؟ آلمان. نه. همین دیگه. باید بری. باید بری ببینی. اصلا یه حالیه. یه جوریه. یه روز در میون بارون میباره. من خودم بودم. دو ماه مونیخ بودم. اصلا یه حالیه. منم عاشق بارون. شنیدم که آب و هواش مرطوبه. خب چی کار کنیم؟ بریم؟ بریم چی کار؟ فیلم بسازیم دیگه. مگه بازیگری دوست نداری؟ آره ولی اصلا. خب دیگه میریم دیگه. الان دارین شوخی میکنی؟ شوخی؟ من اصلا عاشق آدم های جدی هم. آدم های مؤدب مثل خودت. ببین چه قشنگ مثل خانوم رو نشستی، چه قشنگ حرف میزنی، قشنگ گوش میدی، چه قشنگ میخندی. چه کار کنی؟ هرچی که تو بگی. شما قرار بود با همسر بنده یه قرارداد امضا کنین مبنی بر این که سرمایه فیلمش رو پرداخت کنین. دیر وقته میری خونه؟ بله حتما. تو را بیشتر گپ بزن. باش. چرا میای خونه کجار؟ بمون همونجا دیگه. مگه خوابگاه اینجا؟ خسته و کوفته میام جای خسته نباشید. تا خسته نباشید خانم. واقعا خسته نباشید. از خروسخون تا بوق سگ میری بیرون کار میکنی، خرج خونه رو تو میده. خسته نباشید. چطور تو آرش؟ من چیزی نیست، فقط خواستم بهت یادآوری کنم مسئله تو دغدغه تو بازیگری بود. خب که چی؟ خب که چی؟ یه نگاه تو آینه به خودت بنداز، شدی دلغک. تبلیغ چیپس و پفک آدامس میکنی. تو چی شدی؟ بگر نبود کارگردان سینما بشی. کجا رو گرفتی؟ شدی؟ چرا حرف من نمیفهمی؟ تو زن من، این وقت خونه اومدنه؟ من میتونم تو چته داری به من حسادت. به تو؟ آره به من. کم کم متوجه می شدم، اما نمی خواستم باور کنم. عوض شده بود. کم کم دیگرانم می فهمیدن و به هم می گفتن. کژال هنوز زبان میخونه؟ نه خاله تموم کرد. هنوز میخواد بره خارج از کشور؟ خاله کار میکنه اینجا، کجا بره؟ بعد تازه با این فیلمی که آرش شروع کرد کجا بره از اینجا بهتر؟ مگه نه آرش؟ تو صبحونه خورده بودی ها؟ آره خوردم.
خود چی کارش داری؟ بذار بخوره، نوش جونت بخور. بخورش باید. خور عزیزم، بخور. حالا تو میخوای چیزی بگی نمیگی ها؟ از این خجالت نکشی، همه چی همه بهتر میدونه. بگو اگه حرفی داری. آرش جان، از اهواز که میومدم تهران رفتم پیش آقای ملکی، همون بونگاه داره که سر کوچه بود، یادت میاد؟ آقای خونه رو رد کنه؟ میخواستم بپرسم قیمت خونه چنده؟ براشه. خب گفتم خونه رو بفروشم، کجالم که میخواد بره خارج از کشور، تو که نمیذاری تنها بره، میذاری؟ گفتم سربازی تو بخرم. خاک حالم تو سر من کن. الان 7 سالم هست از سربازی میگذره. خاک حالم تو سر من کنن، یعنی تو اونجا سقف بالا سرتو از دست بدی تا من بیام اینجا سربازیمو بخرم؟ چه حرفی آخه خاله؟ با این فیلمی که آرش میخواد شروع کنه، کار همینجا اتوماتیک وار میفته رو غلطک دیگه، همه مشکلات حل میشه میره. خوشم میاد من چوبونه بکنم من آماده بشم. امیر پاشو پاشو بریم دیر. خاله جون دستت در نکن، ما با اجازت بریم، یارو منتظره. به سلامت خاله. مادر فلان خدافظ. آرش بیا جان. مادر یه چیزی میخوام بهت بگم، ناراحت نشی ها. چی؟ کشال زنته، کم میاد خونه. تو اصلا حواست به زندگیت هست؟ میدونم مادر، میدونم حواسم هست، میدونم چی میگی. ری آسان است. فعلا خداحافظ. سلامت. چون نمیادی مسئولی؟ میاد الان. سلام، ببخش معطل شدی. مخلص آقای مسئولی، تا باشه از این معطلی ها. استاد همه چی اوکیه دیگه. چرا نباشه؟ مجوز گرفتم. امروز هم گرفتم. به به به. دستتون درد نکنه. داغ داغ هم هست. آرش جان. تازه از تنور در اومده. آقا ایشالله با هم یه فیلم خوب بسازیم. ایشالله. از این دوست اسپانسرمون چه خبر؟ یه قرار بذارید ما هم ببینیم ایشونو. اون که حتما ایشالله به زودی یه جلسه مفصل میذاریم، همه با هم بشینیم صحبت کنیم، بعدش هم ما سری بریم واسه بازدید لوکیشن ها. فقط مسعود جان ما یه لوکیشن بانک داریم و یه لوکیشن فرودگاه دیگه، دست خودتو میبوسه واسه مجوز. اون کارش 2 روزه، نگران نباش. بازیگرا چی؟ همه اوکی هم؟ بله بله، 37 نفرن که 5 تا اصلی بازی میکنه و بقیه‌شون فرعی هم. خیلی خوبه. بگید دونه دونه بیان قرارداد رو ببندیم، واسه پروانه نمایش حتما لازم داریم قراردادشون. اون که حله، یه تلفن بزنم همشون سری میان واسه قرارداد. اتفاقا نقش اصلی فیلمنامه رو قراره خانم آقا آرش بازی کنه. چه جالب. خانومت بازیگره؟ بله بله، سالهاست که تئاتر کار کرده و این اولین فیلمشه. شده خوبه، چهره جدید معرفی میکنیم. اگرم معروف شد بعدم پوزشون میدیم. بله. جسارتان عکسشو ببینم. بله حتما. بله بفهم نشون بگیم. حسود جان بفهم. خانمت اینه؟ بله. شوخی میکنید؟ نکنه دلتون میخواد کار با سر بخوره زمین؟ خب الان مشکلش چیه؟ این خانم توی اینستا کلیپ درست میکنه، نمیدونستید؟ چرا؟ میدونستیم. خب ما خودمون هم اتفاقا واسهش میساختیم. ما اول بیشتر جنبه فان داشت، بعدش هم میخواستیم یه گوشه از استعدادش رو نشون بدیم. بعدش هم الان این خانم رفته با یه شرکت معتبر تبلیغاتی داره کار تیزرشون رو انجام میده، قرارداد بسته، کاملا هم قانونیه. مشکلش چیه مسئول؟ یعنی تو این چیز به این کوچیکی هم نمیدونی؟ دمت گرم امیرخان، دمت گرم. این واسه ما داستان میشه. چه درد سری آخه؟ ببین من اخبار و فضای مجازی رو رصد میکنم. خانم شما تو این مدت کوتاهی که این کلیپ ها رو ساخته کلی معروف شده. یعنی تو نمیدونستی اینو؟ شما انقدر زیر تیغ سانسور دست و پا زدی، هنوز هیچ کسی چی نگفته، داری پرونده ما رو میزنی زیر بغل. من اگه دارم حرفی میزنم واسه خاطر خودته، واسه اینه که بدون مشکل فیلمتو بسازی، اکران کنی، بری جشنواره. من که دشمنت نیستم. اجازه بده آقای مسعودی، یعنی الان شما داری میگی این خانم باشه پروژه کنسله؟ با تمام احترامی که براتون قائلم، اگر این خانم قرار باشه نقش اصلی فیلمو بازی کنه، من نیستم. تمام. سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن.
این همه بازیگر، برید یکی دیگه انتخاب کنید. به خاطر این؟ بله واسه اون ستوده هماهنگ کن دفتر این بابا رو بکوب انجاشی اونجا بکارن. آروم باشی جناب امانی، اجازه بدین حلش میکنم. حلش کن الان، حلش کن. چشم، زمان بدید حلش میکنم. چی رو حل میکنی؟ چی میگی ستوده؟ چی میگی؟ دو ماه قرار بوده اینا رو برداری بیاری اینجا، هماهنگ کردی؟ درگیر کار تبلیغاتی شرکت بودم. دو تا کارو با من نمیتونی هندل کنی. شهاب، شهاب قرارداد این بچه‌ها رو تنظیم کن بیار دفتر من. همین الان. آره میاری میذاری رو میز من. امروز چی؟ همین الان میخوام اینو. اسمت چی بود؟ آرش تایی. به اسم آرش تایی. آره این خانوم هم نقشه یکش رو بازی میکنه. ببین میخوام پول کل فیلمو بدم. من پولش رو میدم. اوکی؟ همین الان گفتم. مشکل دیگه؟ نه هیچی، ممنون. مدیریت من برم جلسه دارم، میبینم. پس در نهایت قرارداد رو بستیم. بله امضا کردیم. خیلی هم شاد و امیدوار بودیم ما، و تا یه دو هفته ما پیش تولیدمون رو انجام دادیم. بنا بود که تا یه سه قسط به ما پول کل فیلم رو بدن. موعد قسط اول رسید و امیر رفت بانک. چی شد امیر؟ یارو حسابش خالیه، یک قرون پول تو حسابش نیست. یعنی چی حسابش خالیه؟ یعنی پول نداره دیگه، هیچ. اصلا ببینم چیو داری میگیری؟ راد ول کن بابا، از صبح 10 دفعه گرفتم، یا گوشیش خاموشه یا در دسترس نیست. بابا دیشب به من زنگ زد گفت صبح برید برداشت کنید، خیالتون راحت حساب پره. منم امروز صبح با وکیلش صحبت کردم، گفت با پرواز صبح رفته دبی. دبی 4 روز مونده فیلم برداری ما شروع شه، حسابش خالیه، رفته دبی. چه میدونم چه رفته دبی، چه گویی بخوره. امانیو گرفتی؟ امانی که 12 ماه سال 11 ماهشو ایران نیست. اگه بود که 4 تا چکش میزنه میگه بیا حسابتو پر کن. ای وای. آرش مسعودی مسعودی چه گلی به سرم بگیرم. مسعودی منو تو رو میشناسه، راد و امانی و این چیزا حالیش نیست. یهو میذاره زیر مجوز همهشو ملغا میکنه میره. بابا خب نگرش دار، 4-5 روز نگرش دار، بگو مشکل مالی کوچیک پیش اومده. اصلا گیریم من 4-5 روز سر دوندمش، بعدش چی؟ صبر کن. نه آرش، از اونو بر نمیداری. چرا؟ غذای کنسروی تعطیل. گوشت و مرغ چی نمیخوای؟ گوشت و مرغم تعطیل، میخوام یه تغییر اساسی تو رژیممون بدم. ببین الهام این کارو کرده، بعد ببینیم نتیجهش تو بدنش چجوری شده. الهام کیه؟ وکیل کمپانی دیگه. ببین برو دو بسته جوانه گندم بردار، یه بسته قارچ. چی میخوای بخری؟ ببین من گودارو برداشتم، اینا خیلی خوبن. اینا میان غذا بوزیم مگه ما؟ نمیفهمی دیگه، اونا مواد نگه دارنده دارن. تا وقت تو فهمیدی ویژیتریان یعنی چی؟ برو با ویژیتریان یه مش سبزی گرفته دستت.
خوشمون زنگ بخوره. این جوان گندم وردا چیز دیگه نداری؟ اون طرفه برمی‌دارم. دایه شونی سلامتی؟ لغت باش داره؟ به کارکرسون مسیج دادم گفتم کارهای فیزیوتراپیشو انجام بده. چندی؟ آره برم. این کارکرسون مگه دفعه پیش خودش کارها رو انجام نمیداد؟ حالا چی شده؟ بله انجام میداد، اما این دفعه دل مامانم هم برام تنگ شده. من میتونم از صداش بفهمم. خب حالا میخواد چیکار کنی؟ چیکار کنم؟ دو سه روز میرم شهرم دیگه. اتفاق خاصی میفته؟ اتفاق خاصی که نه نمیفته. اتفاق برو. یه بادی به سر و کلت میخوره. وقتی هم که برمیگردی رات برگشته تکلیفم روشن میشه. اینا رو میبری بالا من یه سیگار بخرم برگردم؟ دیگه چی؟ دیگه چی؟ اینا رو ببر بالا من یه سیگار بخرم. اینا رو ببر بالا، میذاری تو خونه، تشریفتو میبری سوپرمارکت، زهرماریتو میخری. کجال دیرت نشه. چمدون میبندی واسه سه روز؟ این همه لباس برای سه روز که جان؟ خود که میدونی مامانم دوست داره منو با لباس کردیان ببینه. بذار کمکت کنم. این شبیه بلیت کرمانشاه کجال. این اصلا شبیه بلیت مسافرت نیست. داری چه کار میکنی با زندگیمون؟ طلاق میخوای؟ از من بهم پیشنهاد ازدواج داد. قرار بریم. خیلی وقت قرار بریم. اونجا که دست امیره هیچ وقت باز نمیشه. راه دستم دبی نرفته. تهران همینجاست. امانی شاید به نظر آدم بدی بیاد، اما داره خیلی کارا واسه من میکنه. میخوای فیلممونو تو آلمان بسازه. همه کاراشم کرده. آرش، من نزدیک 27 سالمه. نمیتونم ببینم آرزوهام جلو چشم دارم پرپر میشن و تو هیچ کاری نمیتونی براشون بکنی. نمیتونم ببینم. فقط منتظر تکلیف من موتور بشه. ما آزم شوهریم. زمانی همدیگر رو دوست داشتیم و حالا فقط این منم که تو رو دوست دارم. میخوای بری؟ خب برو. برو جدا شدیم. برو. من و کجال هناره از هم جدا شدیم به شکل رسمی و فهم میکنم سه یا چهار روز بعد بود که از ایران رفت. رفت اونجایی که همیشه دوست داشت بره، آلمان. همسفراش شهاب راد و الهام ستوده بودن. بابک امانی از چند روز قبل رفته بود و منتظرشون بود. من شبهای خیلی سختی رو قدم قدم خیابونای شهر رو میرم، با اینکه حال من خرابه همه
همش همه جا هی تو رو میبینم، به تو که میرسم نیستی سرابه. نمیدونم این روزا حتی کجا، فکر میکنم تو خودم گم شدم. یه کاری کرده تنهایی با دنیا، حس میکنم سوژه مردم شده. تا اینکه فهمیدم امیر برای فیلممون سرمایه گذار پیدا کرده، تنها چیزی که اون روزا میتونست منو نجات بده ساختن فیلم بود. سینما ناجی زندگی من شد و با توجه به رنجی که من کشیده بودم هرگز اصلا امکان نداشت اینو بدی بسازم. امروز که اومدم اینجا فکر میکردم که بناست مصاحبه‌ای در رابطه با سینما، در رابطه با فیلم داشته باشیم و فکر نمیکردم که تبدیل بشه به گفتن خاطرات زندگی شخصی من. اما خواستم یک بار برای همیشه براتون بگم که چه اتفاقاتی افتاده. جناب تایی خیلی ازتون ممنونیم که جا به اینجای برنامه جواب تمام سوالات ما رو دادین، اما پایان این ماجرا هنوز در حاله ای از ابهامه. من خانم خواهش میکنم، من دیگه نمیتونم بدم. خواهش میکنم جناب تایی، من از شما خواهش میکنم، اصلا امکان ادامه نیست. ولی آخروی قصه است. خواهش میکنم خانم، من دیگه نمیتونم ادامه بدم، ببخشید. بسیار خوب بینندگان عزیز، فکر میکنم باید چند دقیقه تنهاتون بذاریم تا بتونیم ادامه بدیم. منتظر باشین، برمیگردیم. آرش داداش تو لب تر کن. نمیدونم داداش، نمیدونم. آقای توی من واقعا ازتون معذرت میخوام، فکر نمیکردم تعریف کردن این داستان. شاپور شاپور کار تو کردی، خودم جمعش بکنم. ببخشیدم جان، واقعا ازت عذر میخوام. امیر تو بشین. چی آرش؟ بشین بقیه ماجرا رو براشون تعریف کن. تو مطمئنی؟ آره بابا، بشین براشون بگو. بشین. آقای دهخانی، در تمام این سالها شما نزدیکترین فرد به زندگی آرش تایی بودین و الان هم به درخواست خودشون اینجا هستین تا پایان این ماجرا رو برای ما تعریف کنید. سوالم رو تکرار میکنم، بعد از مدتی خانم کجل هناره به ایران برگشتن، بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ تقریبا 25 روز بعد از اینکه کجل رفت از اونجا با من تماس گرفت. اوضاع اونطوری که فکر میکرد خوب پیش نرفته بود، یعنی اصلا اونطوری که فکر میکرد پیش نرفته بود. کجل وقتی میرسه اونجا بابک امانی به گرمی چند روز اول ازش پذیرایی میکنه، ولی تقریبا بعد از گذشته یه هفته متوجه میشه که اسمش با یه سری دختره دیگه از سر تا سر دنیا توی سایتی برای فروش قرار گرفته، توی قسمت دیپ وب اینترنت، همون قسمت تاریک و سیاه اینترنت. چرا گریه میکنی؟ بیزینس اصلی بابک امانی همین بود، شرکت فیلمسازی و تبلیغاتی. یه پوششی بود واسه جذب دخترهایی مثل کجل از سر تا سر دنیا. یه شانسی که کجل آورد، خیلی زود متوجه شد این قضیه رو و به خاطر اون ویزای تحصیلی که داشت خیلی راحت تونست به ایران برگرده. ولی تو ایران خانواده کجل
قضیه مهاجرت و طلاق بدون اطلاعشو فهمیده بودن و عملا یه جوری برخورد میکنند که انگار دختری به اسم کجال ندارن. کجال برگشته بود و من نمیتونستم ببینم کجال جایی واسه رفتن نداره. الو سلام کجال، چطوری؟ خوبی؟ قربونت. من آره اومدم سر لوکیشن آرشینا، دارم پلان میگیرم. خب نه 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 ببین من که من کجال یه دقیقه وایسه، یه کاری میکنیم اصلا. ببین یعنی تو یه کاری کن، تلفن رو قطع نکن. منم تلفن رو قطع نمی کنم دیگه، خودت بشنو چی میگه دیگه. باشه ببین من دارم میرم پیش آرش، قطع نکن فقط، منم قطع نمی کنم. اوکی خوشی خاصه یه راه حل جلوی پای من بذار. پسر خوب میگم هیچ کات خیلی داره تکرار میشه این. حالا یه آب چیزی بده بچا گلوش خوش شده. آقا خسته نباشید. خوبی حالا تصدیق داره. تکرار میشه دیگه. اصلا اون اوکی اتفاق این یادت میره قشنگه خوبه. آقا تو این خسته نباشید. چاکرم چاکرم بوی سراتی هم دیگه چاکرم مهد سیم خیلی بودی جانم اینو به مرتبه تکرار میکنم؟ آره آره میگیم نه نه تکرار میکنم کارو خراب کنم. چقدر خوبی جانم؟ شام بسه بچه ها؟ بابا بوده تا دسته هم بابا بوده تا دسته هم جانم بوده شرایف آرش سکانس مرگشو الان جانم میخواید این سکانس بالا رو من یه دور دیگه بگیریم؟ من الان بهتون میگم یه صحبتی بکنم با هم بیرجان زنده باشین. چونم داداش بگیریم سکانس مرگ میخواید بگیریم؟ آره سکانس مرگ میخواید بالا بگیریم، میخواید ببینیم برش تدوینه دیگه. آره نه من میخواید برم فقط منم یه چیزی بهت بگم که چیزونم داداش بگیریم. الان حالت خوبه؟ اوکی حرفتو بزن. الان حال من آره خوبه، مرداری همه چی آره همه چی مرتب و قربونت همه چی خوب خدا رو شکر جونو دارم. راستیات پول میخوای؟ همه پول میخوای؟ من پول نفر اول میام به تو میگم کم داشته باشم لنگ باشم دیگه. نه کارت میگم نه آقا دمت گرم هستش. الان چه جوری بهت بگم؟ آقا فکر کنی من الان بچه ها رو رو نه یه دقیقه سلام جمله بندیم اوکی بشه بهت گفتم. ببین من با ماشی سنم اوکی میکنم جانم خانم شما نفسی میگیم کجال برگشته. چند روزه که برگشته، الان تو مسافرخونه است، اصلا حالش خوب نیست. خودش میخواست بهت زنگ بزن، گفتم بذار من به آرش میگم. آرش کجال آرش داداش داداش من داداشتم، من داداشتم به والله که داداشمی، به قرآن که داداشم. اگه داداشتم نه یا تو روم بگو کجال برگشته. برگشته که برگشته به درک. روزی که داشت با اون بی شرف میرفت فکر اینجا رو بد میکرد یا نه؟ چه کار کنم؟ فرش قرمز بندازم زیر پاشم میر؟ بچه ها ببخشید تو خدا، اون بی شرف میخواسته بفروشتش، اسمشو گذاشته تو سایت واسه یه فروش. آرش کجال اصلا حالش خوب نیست، کجال الان تنهاست، اون خانواده‌اش هم که دیگه تو دیگه بهتر خانواده‌اش رو میشناسی. کجال پشیمونه بابا لامصب، این همونه که تو حاضر بودی جون تو واسهش بدی، به قرآن که زنته بود. زنم بود، الان اینه که برگشته فقط شبیه کجاله. من کجال خودم کشتم اینجا اینجا توی تمام اون شبایی که فکر میکردم کجاست، کیه چه کار میکنه؟ اوکیه چه کار میکنه؟ برگشته کجال من مرد، میخواست زیر فشار نتونست مرد نمیر، یکی برگشته کجال من نیست،
بچه ها من عذرخواهی میکنم از همگی و اینکه امروز کار تعطیل، آفیش فردا باهاتون هماهنگ میشه. الو کجار، کجار اون شب کجار حالش خیلی بد بود، هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش کنم، وسط خیابون داد میزد. کجار الان برمیم بزن کنار، کجار اینجا تو اتوبانه. کجار کجار چرا نمیتونه منو ببخشه؟ چرا نمیتونه؟ چرا هیچکی منو نمیبخشه؟ چرا هیچکی منو نمیبخشه؟ الان من آدم گوهی داستانم، من عوضیم، به عوضیم فرصت نمیدم، هیچ کاری نمی کنم با عوضیم. کجار بچه بشین تو ماشین، میریم جلوتر صحبت میکنیم. نمیشینم کجار، بشین تو ماشین رو نزدک کن. الان بچه بشین میریم جلوتر صحبت میکنیم. بشین کجار. امیر اگه فکر میکنی یک فرصت دیگه بهم میده بهم بگو. کجال کاری که تو با آرش کردی هیچ انسانی با دشمنش نمیکنه. فکر نکنم آرش تا آخر عمرش تو رو ببخشه. الان بعد جا پارک کردم، بیا بشین تو ماشین، به اعصابت تسلط داشته باش، میریم جلوتر صحبت میکنیم. کجال 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 کجال، ای خدا ای خدا، کجال چیکار کردی؟ بعد که میشون کنی مگه؟ کجال پاشا من جواب آرش رو چی دادم؟ کجال ای خدا کجال کنی مگه تو؟ ای خدا کجال. خانم کجال هنار همون شب بر اثر تصادف فوت میکنه. جناب تایی، آیا شما ایشونو میبخشین؟ من بقیل من پیاده میشم. تو برو من خودم میام. Yeah.